پس لرزه های دو زلزله چهارشنبه شب در ایتالیا سبب تخریب ساختمان سرخ در مرکز آماتریس شد که از زمین لرزه دو ماه پیش در امان مانده بود در پی وقوع دو زمین لرزه در مرکز ایتالیا بیش از 400 پس لرزه که برخی به بزرگی بیش از سه در مقیاس ریشتر بوده به ثبت رسیده است یک کارشناس زلزله در ایتالیا میگوید زلزله هایی که شب گذشته پدید آمد مربوط به لرزش 24 اوت است نخستین زمین لرزه در بخشی از منطقه ای بود که طی روزهای اخیر فعال شده و زمین لرزه 59 دهم در مقیاس ریشتر کمی به سوی شمال حرکت کرده جایی که نمونه هایی وجود داشته ولی قطعا به بخشی از گسل تازه تبدیل شدند از این رو این گسستی مربوط به 24 اوت است اما ساختاری مشابه ندارد این رویداد سبب خسارات قابل توجه بیشتری به آماتریس شد که پیشتر تخریب شده بود بر اثر وقوع زمین لرزه در ماه اوت در جنوب شرقی شهر پروجا حدود 300 تن جان دادند